شبای آخری که شوهرت به دریا میرفت یادته؟ اون روز اینقدر سرد نبود. حق دارم، منم لرزم گرفته. اون قایق چرا به ساحل ما میاد؟ چیزی توش نیست، چیزی توش نیست. خالی؟ معلومه رحمه، تو هنوز منتظری که دریا شوهرتو پس بده؟ یه کسی توشه، یکی این تو افتاده. اون نیست، برادرام نشناختنش. تو از من بدت میاد، داداش به خاطر تو مرد، تو براش شگون نداشتی. نمیخوای ببینیش؟ شاید خبری آورده باشه. مرده! برین کنار! مرده! اگه دلت میخواد برو بگرد، برو زیارت. اگه شد یه سورم رو سنگ اون بخون. چی میخوای؟ بهش بگو به همون مرهم بده، دوا بده. بهشون دوا و مرهم بده. یه زخمی داریم که از دریا اومده، بدحاله، اما قدرتی خدا هنوز نفس داره.
بلند شو، بلند شو. خدا رو شکر خواب نیستی. آره آره زنده ای. قایقم کجاست؟ خب که تو اسمت اینه آیت، حالا تو آیت به همه بگو چی به سرت اومده. هنوز گیجه؟ تو زخمی بودی، خون زیادی ازت رفته بود، یادت نیست؟ باید اتفاقی افتاده باشه. جنگ و دعوا، باید جنگی شده باشه. اگه یادش نباشه فایده این حرفا چیه؟ یادت نیست؟ ها؟ به هم بگین من چطوری به اینجا اومدم؟ وقتی تو آمدی هوا خیلی گرفته بود. تو از توی مه آمدی. خواب بودم؟ بیهوش بودی. قایق به فرمان تو نبود. پس باد من آورد. میشه گفت باد، میشه گفت مور. زخمات چند نفری ریختن سرم. این یادم. چیا بودم؟ نمیدونم. بعد این قایق آن تو نیست؟ قایق من سیاه نبود. ها؟ صاحب قایق هرچی باشه به سراغش میاد. من مجبور شدم فرار کنم، اونا زیاد بودن. منظورشون چی بود؟ اگه بیان اینجا ولوله میشه. آره شاید بیان، خیال میکنم که دنبالم بیان. مواظب بودم. این اتفاقا آدمو به شک میندازه. اون رخت خوابی رو که بهش دادیم ول کرد و رفت کنار آب. مثل اینکه راست منتظر چیزیه. وقتی ما خوابیمون بیداره، وقتی ما کار میکنیم اون کجاست؟ اینا همش مال چند روزه، اونقدر که خودشو بشناسه. به نظرم یه چیزی رو از ما قایم میکنه. نگاش کنی. اونایی که میان دنبالش شاید دوستاش باشن، شاید این آتیش هم علامت باشه. ببین چه ترسی برشون داشته. این حرفا رو جای دیگه نزنی. هرچی باشه اون مهمانه. پس به همه بگو مواظب خونه هاشون باشن. من دیشب خواب بدی دیدم. من خیال میکنم که اون میخواد چیزی از ما بدزده.
من کار میکنم. من میخوام محبت های شما رو تلافی کنم. چطوری؟ من بلدم محصول درو کنم، بلدم آب بندازم توی چرت. دیگه چی؟ بلدم ماهی بگیرم. نه، بلدم درخته رو قطع کنم. نه، بلدم خونه بسازم. نه، خوشترین زمین ها رو به من بدین تا چند وقته آبادش کنن. یه زمین مرده بدین تا زندش کنن. دیگه چی؟ دیگه چیزی بلد نیستم. تو کشتن بلدی، نه؟ داس هنوز خونیه. نگاش کن، چرا اینو از ما قایم میکردی؟ این مال من نیست. نیست؟ بی خود نگو آید. اون زن توی قایق تو پیداش کرده. که این داستو پیدا کرده؟ اون گاهی به من یک کاسه خوراک میده. اوه پیره من، تو اون زنو میشناسی که این داستو پیدا کرده؟ اون به کسی لبخند نمیزنه. هیچ کس بعد از شوهرش لبخند اونو ندیده. سراغ اون نرو، فهمیدی؟ اون با کسی حرف نمیزنه. آهاش آهاش، تو پیدا کردی؟ تو سر قایق من چیکار داشتی؟ ولش کن، من با تو کاری ندارم. زن برادر منی. پس ازش بپرس سر قایق من چیکار داشتی؟ گاه گاهی میری کنار دریا یاد شوهرش. فهمیدی؟ سال پیش همین وقتا شوهرش رو آوازش گرفت.
میگم تو به کسی لبخند نمیزنی. این داسو از کجا بردی؟ آره آره میدونم، از تو قایق من. تو با من چه دشمنی داری زن؟ ده تا لنگه این تو بازار اینجا پیدا میشه. لنگه این؟ صد تا اونجا ریخته، برو تماشا کن. با همین علامت؟ علامت؟ علامت دیگه چیه؟ این فرق داره، روی این داسی علامت هست. درست نگاه کن، من که قبلا همچین علامتی ندیده بودم. این علامت روی هیچ چیه دیگه نیست، مثل اینکه اسم صاحبش کنده شده یا مثلا یه چیزی. گفتم شاید ببینی بشناسی. نه نه اصلا به نظرم آشنا نمیاد، کسی قبلا این علامت رو ندیده. شکله نقشه اسمه نمیشه خوندش، چیزی معلوم نیست. شاید رمزه، آدم وهم میگیردش. چیز نحسیه، یه جا سر به نیستش کن. آره آره، خودتو از شرش خلاص کن. چال کردم اما فکرش از خاطرم نمیره. این چی بود؟ شاید اگه از اون علامت سردر میوردم میفهمیدم اونا کیه. تو هنوزم میخوای بشناسی؟ آدم باید بدونه با کی طرفه. این شوهریشو چار کرده اینجا، نمیخواست شوهرش بی قبر بمونه. اونا مرده هم بودن. من خیال میکنم تو یه چیزی میدونی. میدونی دیگه چی؟ تو میدونی؟ نخیر، من بی خود به تو گوش میدم. چرا قبل از تو کسی اون داسو پیدا نکرده بود؟ چرا قبل از تو کسی اون علامت رو ندیده بود؟ چرا؟ چرا؟ سر من داد نزد. من داد نزدم. از سر راهی من برو کنار. من سر راهی تو نیستم، اما خب حالا سر راهی دوی میستم. ولش کن. احترامشو نگه دار، اون زن بهترین ماهیگیر اینجا بود. عاشقش هستی؟ حرف دهنتو بفهم. آره درسته، اون زن برادرت بوده. با وجود این میفهمی چی داری میگی؟ اینجا به هر کس بر میخورم عاشق اونه، حتی زنا.
من بازم میگم بی خود منتظر کسی نمیاد. آره اگه کسی بود باید تا حالا پیداش میشد. دیدی گفتم همه ما خیالاتی شدیم. معلومه که فکرای ما پرت بوده. اصلا از اولم کسی دنبال تو نبوده. منم همینو میگم. منو به گوش بسترم زده بود از اینجا برم. میخوای بری؟ دیگه نه من از اینجا خوشم میاد. خوبه آیا یه پل هست که میخواییم بسازیم. فردا صبح میای سراغ من. همه از اونجا راه میافتیم. بیا زکریا این آیت قرار شد پیش ما بمونه. از همین امروز میاد سر کار. راستی؟ اون آدمو به فکر میندازه. آیت با من بیا. قبل از کار باید تکلیف تو روشن بشه. چی بشه؟ من نمیخوام دعوا بشه. کجا بیام؟ اونا درست میگن آیت، تو تا امروز مهمان بودی اما حالا میخواهی بمونی و اینجا موندگار بشی. این نمیشه. خوب که فکر کنی ما اینجا همه خودی هستیم، ولی تو غریبه‌ای. از بین ما برو همین امروز، این خیلی بهتره. اما اگر خواستی اینجا بمونی باید با ما محرم بشی، از ما دختری بزنی بگیر تا تو هم از ما باشی. یا اگر نخواستی این خوراک یک هفته تو، از هر راهی که میخواهی برو. دست خدا به همراهت. Thank you.
کسی منو نمیخواد. میفهمی؟ من محرم نیستم. تو کی هستی؟ نمیشناسی؟ من همونیم که هر وقت تو رو دیدم یه جور بد آوردم. به من چی؟ بدبیاری های مردم به من چی؟ آهای! حالا لازم نیست از من بترسی. چی گفت از تو میترسم؟ من اصلا تو رو نمیشناسم. من الان یه کاری میکنم که بشناسی. میفهمی؟ دوباره بگو. من میخوام اینجا بمونم و از شما بشم. من میخوام با اون عروسی کنم. با کی؟ ها؟ با کی؟ گفتم که رعنا. رعنا؟ 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 من؟ چرا من؟ ولم کنیم با این حرفا. بخواب جونم، بخواب نازم. شگون نداشت. به یاد شوهرت باش. روح اون زنده به یاد توه. اگه با اون مرد غریب عروسی کنی مثل اینه که به شوهرت خیانت کرده باشی. این خیانت به محبت اونه. شوهر اون بهترین ماهیگیر اینجا بود. ماهیگیرها زیاد از ساحل دور نمیشن، اما اون به قدری دور شد که جز دریا شد. به دریا صدای اونه. اون به دریا به شما نگاه میکن. اون زندگی شما رو سیاه میکنه. تو این غریبه رو چقدر میشناسی؟ شاید اون یه روزی بذاره بره. قایقش یادته؟ یادته کسایی دنبالش بودن؟ آره، اون رفتنیه. نه نه، من رفتنی نیستم. من نمیخوام اینجا خون بپا بشه. ما به قدر کافی بدبختی داریم. تو اینو نمیفهمی. من برادرم آشود به خاطر همه ای ما میرفت دریا. هیچ کس نمیتونه جای اون رو بگیره. همه با عروسی تو مخالفن. اختیار من دست خودم. پس یعنی تو خودت راضی هستی؟ من همچی حرفی نزدم. خاطر چی؟ زندگی لنگه؟ کم و کسری داری؟ اگه به خاطر ایناست من هنوز نمردم، زندم. چرا میخواییم کمکم کنی؟ چرا؟ یادگارای برادرم اینجاست. این شورا که توش مثل نهنگ بود. این قبضه بچهش که از همه چیز برای ما عزیزتره. ما باید به فکر تو با این بچه باشیم. شماها تا حالا کجا بودید؟ اینجا محکمه نیست رعنا. خیلی نمیشه که شوهرتو دریا گرفته. چطور فراموشش میکنی؟ اگه مرد دیگه ای دوباره به خودت ببینی درست مثل اینه که دوباره اونو کشته باشی. من اونو نکشتم.
اون به خاطر همه ای مامو. حالا که اون مرده ما باید به فکرش باشیم. باید وقتی زنده بود به فکرش بودیم. تو داری ما رو محاکمه میکنی؟ اون از همه شما بدش میمد. اون خودشو از دست شما سر به نیست کرد. رهانا اذیتش نکنی. تو قبول کردی که در همه چی با اون شریک باشی. تو قبول کردی. من قبول نکردم که قربونی بشم. شما اونو قربونی کردید. میدونم حالا نوبت منه. من قبول نمی کنم. تو همه چی رو جواب میدی. دلش کنین. چی گفتی؟ چرا میخوانی یه زنده رو به مرده بفروشین؟ ساکت شدن. ساکت نمیشم. شما من حروم کردین بس نیست. من پیر شدم. وای من سفید غیرت شما شد. من پوسیدم. خوب نگاه کنی. اما اون هنوز جوونه. نگاه کنی. نگاه کنی. من اون هنوز زنده است. اون هنوز زنده است. در پیچ کس گوش نداره الان. اون کار اینه که میخوای بکن. هیچ کس غیر از تو احتیاج تو رو نمیفهمه. هیچ کس نمیدونه تنها موندن و بچه بزرگ کردن یعنی چی. بری همه دارن دیوونه میشن. من به اندازه همه جون میکنم اما کسی منو قبول نمیکنه. او تازه وارده. باید امتحان بود. چی؟ امتحان؟ Thank you.
مشروب خوردن داری یا نه؟ پولشو ندارم. تو کارگر منی. خیلی اون آدمو میبینی؟ یالا باید زمینش بزنی. تنابو بکش، تنابو بکش. نمیشه، قبول نیست. اون قانون بازی رو به هم زده. خب شروع، یه نفس تا تموم بشه. منتظر ما نیستی؟ شما کی هستی؟
اینا کی بودن آیت؟ این میدونه. ما کسی رو نفرستده بودیم آیت، باور کن. من حاضرم بکشمت اما نه اینجوری. پس کی بودن؟ شاید همون آیت که از دستشون در میری. من از دست کسی در نمیرم. خودت گفتی یه عده پیت هستم، درسته آیت؟ شاید اونا دنبال داس اومده بودن. راست میگه. خوب فکر کن آیت، درست نمیگه؟ داس؟ بذارین بگم، یه نفر اینجا همیشه سایه به سایه ای من بوده، یه نفر که هر کی بوده دیده داس رو کجا قایم کردن. میدونین؟ داس سر جاش نبود. نبود؟ شروع شد. استغفرالله، حالا دیگه هر شب یه عده میخوام بریزن تو آبادی؟ از اینجا برو آید، وقتی تو بری همه چی تموم میشه. دیگه خیلی دیره، من نمیتونم برم، فهمیدین؟ امشب اینجا یه عده کتکم زدن، داس سر جاش نبود، از اون گذشته من امتحان سختی دادم. تو همه بازی رو به هم زدی. من امتحان دادم، من یکی رو گیر بودم که اگه برم ناراحت میشه. تو کسی هستی که پیت میگردن، برای همینه که باید بری. به خاطر این نیست که منو بیرون میکنی، به خاطر این نیست زکریا. میبینی؟ نمیشه که کشتش. اون آدم های چماغدار، همه همه اینا کار خود شماست، کار توه زکریا. تو میخوای منو بیرون کنی، اما حالا دیگه من نمیرم، نمیرم. چندین سالمو به یه غریبه بفروشم. هیچ کس نمیتونه خیشای چندین سالشو به یک غریبه بفروشه. سلام، چشم دیدن تو ندارم. خداحافظ. منو به دوستی بهتره.
کجا داره میره؟ میره به درک. دیدی چطوری بیرونش کردم؟ ما الان نزدیکی های خونه رنا هستیم. ما دور زدیم. یعنی ممکنه؟ همینجا منتظر میشیم. شب سرده، بیاین تو. نه خوبیت نداره، فقط هیزم به همون بدین. اینجا منتظر شکار هستی. رانا برو تو، اینجا خطرناکه. برو تو دره رو محکم ببند. چی بیار؟ آتیش هست، یه چیزی هم بیار سرگرم بشی. خب بابا خوبی؟ این سگه چی؟ خیلی پیر شده، مثل این که دیگه نمیشه روش حساب کرد. چهار دیواری شما یه تازیه جوون میخواد. میخوای اینجا بمونی؟ اگه برم بیرون میدونی که اگه برم بیرون تو خونم رو گردن میگیری. این شعلا مال شوهرم بوده. این تیغم جایی اونه.
ناراحت نشو، یک کسی اینجاست. اون اینجاست. عیبی نداره که بفهمن، اما حالا خیلی زوده. خدا هممون نشو. نه، من تمام شب بیدار بودم. از هم بگو. الله اکبر، الله
ببین دو نفر اونجا سراغتی گرفتن. توی ساحل؟ چرا نیومدن؟ گفتن همینجا منتظر میشین. تا حالا دیده بودیشون؟ نگاه کن رعنا، نگاه کن، اون باز داره میره سراغ قایقش. بالاخره کسی نفهمیدون از این قایق چیه.
عروسیت مبارک آید. با ما بیا، یه قایق کنار ساحل منتظر توه. با ما بیا. کجا؟ تو احضار شدی و نیومدی، یادت نیست؟ کی منو احضار کرده؟ خودتو به نفهمی نزن، علامت های اون همه جا هست. روی داس؟ اون زمینای زیادی داره، درختای زیادی، رودخونه ها و ساحلای زیادی. تپه ها مال اونه، بیشه ها مال اونه، چهار فصل مال اونه و خواب بعد از ظهر. من چه کار کردم؟ فکر کن، فکر کن، خودت باید بدونی. نه یادم نمیاد، نمیدونم. مام نمیدونیم، به ما دستور دادن. هیچ دستوری بی حکمت نیست، وقتی دستور میدن یعنی علتی هست. اشتباه؟ نه، این خودتویی که باید علتو پیدا کنی. بیا. من نمیام، من میخوام زندگی کنم. ما همین پیغامو میبریم. اون کلبه رو میبینی؟ من الان دیگه تنها نیستم، یه زن و یه بچه اونجا منتظر منم. دلایل تو به ما مربوط نیست آیات، ما فقط پیغامو میبریم. آهای، گوش کنین، گوش کنین، به صاحب علامت بگین. آهای، حرفای من تموم نشده. آهای، کدوم طرف هستین؟ گوش کنین. چیه داد میزنی؟ دو نفر اینجا با من بودن، ندیدین؟ دو نفر اینجا بودن. باشتا، تو داری دنبال چی میگردی؟ من؟ اینجا که غیر از من و تو کسی نیست. راست بگو، تو داشتی منو میپاییدی، تو منو شناختی؟ نه، من نمیخواستم کسی بشناسدم. تو چیزی رو که نباید ببینی دیدی. من چیزی ندیدم. چرا؟ من شب بی خبر اومدم ذخیره‌مو ببرم، اما تو اینجا شاهدم بودی. این سر و صداها چیه؟ یه جونور پیدا شده. بد آوردی، جوری میکشمت که خیال کنن همون جونور پرد کرده. یه فوزور کمتر. کسی هست برات گریه کنه؟ من اصلا شما رو نمیشناسم. از تو همون کسی هستی که من پیش میگردم. من تازه واردم. خب نمی کشم. در عوض برام یه کاری بکن. من یه رسول میخواستم. من پیغامی دارم که یه نفر باید ببره. اون طرف رودخونه رو میبینی، اونجا زنی هست به اسم رهنا. برو، نمیخوام کسی منو ببینه. بهش بگو فورا خودشو برسونه کنار پل کنه. اون زن؟ یعنی با تو میاد؟ باید به چشم خودت ببینی. بگم تو کی هستی؟ چرا میخوای از دهنم حرف بکشی؟ به اسم من چیکار داری؟ بهش بگو یه مرد چهارشونه، همین. اگه منو ببینه خوب میشناسه. عاشقته؟ من امتحانمو بهش دادم. تو چه میدونی اون چیه؟ برو. منو اون امشب عروسی کردیم. کاری به تو؟ منو به خنده میندازی. ما امشب عروسی کردیم. خوشتنه که دیگه به من واجب شد. ما امشب عروسی کردیم.
یه مرد چهارشونه میشناسی رانا؟ مرد چهارشونه؟ اون با تو قرار داشت فرار کنه. چی داری میگی؟ من بالاخره میفهمم رانا، بالاخره میفهمم. بیان تماشا، بیان چه به سرمون آمد برادرم. چی شده؟ دریا شوهر رعنا رو پس داده. این علامت خوبی نیست. دریا بعد از یک سال اونو پس داده. دوستش داشتی؟ میخوای بهش حسودی کنم؟ یه سال پیش دریا اونو گره، حالا توی همچی موقعی به ما پسش میده. فردای عروسی ما این یه معنایی داره؟ هیچ معنایی نداره. چرا همه با ما مخالفن؟ میخوام یه چیزی بگم، گوش میدی؟ من دیشب شوهرتو دیدم، زنده. دروغ میگی؟ مرد چهارشونه، یادته؟ من اونو دیدم. شما ها اونو بوتش کردین، شما ها براش قبل درست کردین، اما این مدت اون دوستکی زنده بود. اون همه چیزش دوستکی و دروغی بود. یه پیغام برای تو داده بود؟ نه، درسته اون خیلی قوی و بزن بهادر بود، اما اونقدر که میگن راست و درست نبود. آدم مال خودشو قایم نمی کنه، مال خودشو نمی دسته. اون یه جعبه پول داشت با چند تا مرورگه خشدار که معلوم نیست به خاطرش داره چند نفر رو زیر آب کرده بود. بگو تو اینا رو میگی که خودتو راضی کنی؟ خب منم ناراحتم. اون بازم بر میگرده، اون هر طرف بریم سر رامونو میگیره. من مجبور شدم رانا، اون اومده بود تو رو ببره. من جنگ نمیخواستم، باور کن. گوش نمیدی؟ خیلی خب، من با دیوار حرف میزنم. نای دیوار، اون به من حمله کرد. اون آدمی که شما خیال میکنین نبود. من یه چیزی فهمیدم، اون قایم شده بود به خاطر زندگیش. آره، اون از دریا وحشت داشت. تو داری از وحشت خودت حرف میزنی. من نمیذارم کسی تو رو ازم بگیره. دیگه نمیشه، اون بین ما. آره، اون همیشه تو این خونه هست. هر طرف نگاه کنم میبینمش. لعنتی، لعنتی. اینجوری نمیتونی از بین ببریش. اینجوری نمیشه. خیلی خوب، پس یه راه دیگه پیدا میکنم. چی کار میکنی؟ من از دادرم. Thank you.
دریای غریبی شده. میبینی از دریا قایق بی سرنشین بیاد. توی شب سایه ها سر راه آدمو میگیرن. مرگ گرسنه توی آبادی پیدا میشه. مرده ها به طرف ما برمیگردن. همه چی داره خراب میشه. کی میدونه عاقبت چیه؟ نجاتی نیست. مدت هاست که برای اون یه قبر حاضر بود. تنها کاری که میشه کردیده که گرگه کنیم. چی آید؟ همه شما رو تنها گذاشتن؟ اونا میگن اینجا قبلا آروم بود. تو اومدی همه چی رو با هم زدی. اگه ناراحتی میخوای برم. نه فرقی نمی کنه. شما ها اقلن هم دیگر دارین آید. آره تو هیچ کسو نداری. میدونم خوشحال نیستی. یه کاری بکنی. چیکار کنم خوشحال چی؟ ها؟ چیکار کنم؟ من چیزی نمیخوام. اگه اینجا ببرم با هم رفیق میشیم. بیا با هم دست بدیم. تو از خدا چی میخوای؟ نمیدونم. یک چهار دیواری. همین؟ خب بیا با هم بسازیمش. تو میسازی آید؟ چیزی نیست، کار یکی دو روزه. قبل از فصل بارون میسازیمش. قول بده آید میسازیش؟ آره اگه اونو بذاره میسازیمش. اونا کی آید؟ من نیست.
کار مد آبه، نگاه کن. دیشب آب مد کرده بود بالا، و شاید با خودش برده شد. هیچ چیز ندیگه، خیالت راحت باشه، باید میرسه. چرا اینقدر مهمش میکنی؟ تو چه میدونی رن؟ دو شب پیش سراغ من اومده بودن. این اتفاق معمولی نیست. حالا دیگه حتم دارم که سراغم میان. هر دقیقه منتظرشون هستم. اونا علامت میدن. یاد شبی افتادم که داس گم شد. من اون آدم ها رو نشناختم. بعد اون دو نفر توی جنگل. حالا هم قایق. قایق یهو خود به خود غیب شد بدون اینکه کسی ببیندش. بی خود مهمش میکنی. هیچ کس نیست که سراغ تو بیاد. فرار نمی کنم. فقط نمی فهمم چی هست. تا وقتی نفهمم چی هست سفتون میخوام... شاید اون اصلا دنبال تو نیومده باشه. شماها برین توی جمعیت و بیرون نیاین. اگر سراغ گرفت میگیم از اینجا رفتین. برای این معامله نیومده بودی. راست بگو، به همه بگو که سراغ من اومده بودی.
شما ها اومدن و رفتن اون طبیعی بود. اومدن و رفتن اون طبیعی بودن. این تو بودی که طبیعی نبود. این آخری نبود رنا، میفهمی؟ بعد از اون یه عده دیگه میان. این علامت ها بی خودی نیست. تو خیالاتی شدی. من؟ من نه، من تمام روز به فکر آباد کردن اون زمین آبخیز بودم. من میخواستم برای این بچه یه چهار دیواری بسازم. اما صبح یه علامت تازه، یه مردی که هیچ وقت ندیده بودمش، اما به نظرم آشنا بود. اون کی بود؟ یکی که اومده بود روز بازار برای معامله. همین؟ پس چی؟ چیز دیگه ای داری که بگی؟ دیدی که تو رو نشناخت. آره، اما چیزی که منو پریشون کرده موضوع قایقه. درست قبل از اومدن اون مرد قایق سر به نیست شد. به نظر تو عجیب نیست؟ قایق و من دزدیدم. قایق و من دزدیدم. مرد منو دریا برد. من همیشه میگفتم تو هم یه روزی با این قایق میذاری میری. سر به نیستش کردم. دیدی گفتم آیت همش خیالاته. چهار دیواری من چی میشه آید؟ فردا شروع میکنیم پسر، فردا شروع میکنیم. بیا زکریا، بیا این آشتی کنیم. گذشته ها رو ول کن، اون دیگه از خودمونه. برو جلو. من مردمم به اون آشتی نمیکنه. من میرم منزل. گفته بود قبل از بارون آید، اما مثل اینکه میخواد شروع بشه. نه هنوز وقت داریم.
دریا بریم رانا. دارن میان رانا. بچه رو بردار. چی داری میگی؟ اونهاشن اونجان. دیوونه نشو رانا، این دیگه خیالات من نیست. اونها ها نگاه کن. آره اما از کجا که سراغ تو میاد؟ سر و صدا نکن پسر، ساکت باش، بیا پایین. اونا سراغ من میان، باور کن اونا سراغ من میان. پس برو، چرا معطلی؟ من بدون تو نمیرم. من نمیام. خیلی خوب، چه کار میکنی؟ اگه راست میگی آتیش بزن. تو هم اونا رو دیدی؟ اما معلوم نیست که برای چی میان. شاید مسافرن، شاید سراغ تو نیومده باشن. آیت، قایق منتظر توه. کجا باید بری؟ روی مه. تو زیاد منتظر گذاشتی. تا حالا کسی سرپیچی نکرده؟ تو سرپیچی کردی، تو جواب دادی، تو قبول نکردی. من زخمی اومدم. قاعده اینه، کسی اعتراض نمی کنه. بیا. کجا باید بیام؟ تو میدونی آیت، و اگه نمیدونی فکر کن.
بکنم. اگه نمیدونی پس چرا ازش فرار میکنی؟ من جایی که نمیشناسم نمیام. اون جواب خودشو داد. وقتشه. وقتشه. Thank you.
تموم شد. نه این نمیشه، هر روز ممکنه بیان. من باید بفهمم اون طرف چه خبره. La 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 la